سال 97 برای ایران چگونه سالی بود؟ سلام، سال نو مبارک و خوش آمدید به این برنامه. سال 97 سال خروج دونالد ترامپ از برجام بود. با چرخش قلم او ماه‌ها مذاکره سخت و فشرده بین ایران و آمریکا منتفی شد. ماه‌های بعد به تلاش دولت ایران برای حفظ برجام گذشت، در حالی که در داخل و خارج بسیاری چوب لای چرخ آن گذاشتند. در منطقه ایران و عربستان دعوای بیشتری داشتند و در داخل انتصاب‌های رهبر جمهوری اسلامی خط و ربط‌های سیاسی را مشخص‌تر کرد. امروز با حضور خبرنگاران ما نگاهی می‌کنیم به مهم‌ترین رویدادهای سال گذشته و اینکه چطور این رویدادها زندگی مردم ایران را در سال آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد. اینجا در استودیو سه مهمان داریم از همکارانمان کسرا ناجی، فرنوش امیرشاهی و ژیار گل. خوش آمدید به هر سه نفر. اول میخوام هر کدوم از شما به ما بگید که به نظر شما مهمترین خبری که در سال گذشته یا خودتون پوشش خبری دادید یا دیگران چی بود. کسرا، از شما شروع میکنیم. همونجوری که گفتی، من فکر کنم مهمترین رویدادی که بر ایران تاثیر بسیار زیادی داشت همین پاره کردن توافق هسته‌ای بود از طرف آقای ترامپ که در اوائل سال اتفاق افتاد. هشتم ماه می بود، میشه حدود 18 اردیبهشت، همون اوائل سال، و اون رو پاره کرد و بعدش هم قول داد که تحریم ها رو برگردونه به حالت اولش. در واقع 6 ماه بعد ما شاهد بودیم که تحریم ها هم برگشت، تحریم های نفتی و بانکی و اینها. پاره کردن این یک تحول بزرگی بود در ارتباط با روابط آمریکا با ایران، روابط جهان با ایران. این صحنه است دیگه، این امضای توی کاخ سفید بعد از ماها کش و قوس. بالاخره این روز آقای ترامپ آمد و نشست اونجا جلوی دوربین ها و این رو امضا کرد که در واقع لغو به اصطلاح شرکت آمریکاست در این توافق هسته‌ای. کاری که کرد در واقع آمریکا رو در مسیر دشمنی و حتی جنگ با ایران قرار داد و تحریم ها رو برگردوند، تحریم های بانکی و نفتی و اینکه این تأثیری بزرگ در ایران داشت. بلافاصله من یادمه که همون 1 ماه بعد از این به اصطلاح لغو حضور آمریکا در توافق هسته‌ای، وضع ریال، ارزش ریال به شدت خراب شد. سقوط کم و بیش آزاد ریال رو ما شاهد بودیم و ناامیدی شدیدی در ایران شروع شد، به خاطر اینکه در واقع این 2.5 سال بعد از شروع توافق هسته‌ای بود که خیلی خوشبینی های زیادی ایجاد کرده بود. چرخ اقتصاد کشور دوباره شروع به چرخیدن کرده بود. شرکت های خارجی بزرگ و کوچک داشتن برمیگشتن. اگه یاد باشه قبل از اینکه این اتفاق بیفته شروع شده بود سقوط آزاد ریال، یعنی میشد دید در هم عید پارسال تقریبا این روند آغاز شد تا رسید به اون حالتی که در اوایل تابستان دیگه هر روز می اومدیم و با یه خبر جدید رو بودیم که احتمالاً قیمت باز هم بالاتر رفته. من یادمه که همون 1 ماه بعد از این امضا بود که در تهران، بازار تهران، ما شاهد اعتصاب و اعتراض بودیم و این دومین باره که من شاهد به اصطلاح اعتراض بازاری ها هستم بر سر تحریم ها و این صحبت ها در ظرف 6 سال گذشته، و هر بارم که اتفاق میفته خیلی روشنه که یک واقعه بزرگی است. برای اینکه بازاری ها معمولا نمیان تو خیابون اعتراض کنن مگر اینکه واقعا مسئله بزرگی باشه. به هر حال ناامیدی زیادی ایجاد کرد. شرکت های بزرگ میخواستن بیان وارد ایران بشن، کار کنن، دیگه صرف نظر کردن. شرکت های اتومبیل سازی دوباره آمده بودن به ایران که شروع به کار کنن، دوباره کارشون رو متوقف کردن. قراردادهای هواپیما فروختن به ایران لغو شد. هواپیما شرکت توتال وارد به اصطلاح توسعه پارس جنوبی شد و بعد با این وضع دوباره خارج شد. من همون روز، اتفاقا روزی که 2 هفته بعد از این ماجرا، آقای پومپئو هم
یک سخنرانی داشت، 12 تا شرط برای ایران گذاشت که این شرط ها رو اگر اجرا کنه ما میتونیم روابط نرمال و به اصطلاح عادی داشته باشیم. همون روز من یه ملاقاتی داشتم با یک کسی اینجا که یک فعال نفتی بود، یک شرکت خارجی، فکر کنم ایرلندی بود، داشتم صحبت میکردم و همین صحبتهای آقای پامپئو رو که شنید رنگش برید، میدونست که دیگه نمیتونه شرکتش در ایران با این وضع سرمایه گذاری کنه یا در اونجا فعالیت داشته. برای بسیاری از کشورهای در واقع شرکت‌های اروپایی این جزو مسائل خیلی سخت سال گذشته بود، چون اونها هم به هر حال حساب کرده بودن روی بازار 80 میلیونی ایران. فرنوش، تو از داخل ایران به ما بگو، در داخل ایران چه خبرهای مهم بود؟ میشه گفت به تناوب اتفاقاتی که در حوزه بین‌المللی و سیاست خارجی گذشت، برای ایران در داخل هم سال سختی شد. سالی شد که دست دولت روحانی بسته تر شد، به دلیل اینکه از یک طرف برجام به سرانجام نرسید و دولت روحانی تمام در واقع تخم مرغ‌هاش روی توی سبد برجام گذاشته بود، بخش‌های دیگری رو خیلی روش کار نکرده بود، در نتیجه وقتی برجام به نتیجه نرسید به نوعی دستش خالی شد، باعث شد که بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای حاکمیتی و به خصوص حتی احزاب و جریان‌های سیاسی پررنگ‌تر بشه، بیشتر شکل بگیره. سیاست‌گذاری های دولت روحانی داشت در حوزه اقتصادی مثل قیمت ارز که 4200 تومان قیمت ارز پایه رو تعیین کرد، یا سیاست‌گذاری هایی که در قیمت سکه داشت، که همه اینها باعث شد بازار به هم بریزه، زمینه یک سری سوء استفاده، فساد و رانت‌خواری ایجاد شد که ما نمونه هاش رو در ماجراهایی مثل قیمت گوشت دیدیم، مثل ماجراهای بالا رفتن قیمت موبایل دیدیم و پرونده های فسادی که در قوه قضاییه گشوده شد. از اون طرف این شرایط باعث شد که بخشی از نهادهای موازی قدرت، نهادهایی که نزدیک به رأس هرم قدرت هستند، پرقدرت تر بشن، مخالفت بیشتری با برنامه ها و ایدئولوژی های دولت داشته باشند، که همین تغییرات ایجاد یک سری در واقع تغییراتی در ساختارهای سیاسی ایران و در نهادهای داخلی ایران کرد. مثلا اینکه در این سال یک سری انتصابهایی صورت گرفت که به طور حتم میتونه آینده ایران رو تحت تاثیر خودش قرار بده. ما به جزئیات حالا راجع به دونه دونه اینا صحبت خواهیم کرد. من فقط میخوام در واقع همون اصل موضوع رو بگیرم، از اینکه شما میخواهید راجع به چی در ادامه برنامه صحبت بکنید. جیار، تو فکر میکنی مهمترین موضوعی که سال گذشته پوشش دادی خودت یا اینکه از نظر خبری کدوم بود؟ من فکر کنم صحبت های کسرا که اینکه کمپانی های شرکت های اروپایی از بخش ایران بیرون کشیدن و همین که آمریکا از برجام خارج شد، میشه این موج رو در اروپا حس کرد، چرا که اروپایی ها اومدن خیلی یک موضع سرسختانه در نسبت به ایران اتخاذ کردن در ارتباط با رفتار بخشی از دستگاه های اطلاعاتی ایران. فراموش نکنیم در 3 سال گذشته چندین ایرانی که تا بسا مقیم اروپا بودن، اینا ترور شده بودن، کشته شده بودن. تحقیقاتی بود، مدارکی بود. اگه شما حتی قبل از اینکه دونالد ترامپ از برجام خارج بشه، ما با تمام مقامات اروپایی و هلندی مثلا صحبت میکردیم که 2 تن از این افراد در هلند ترور شده بودن، حاضر نبودن هیچ چیزی بگن. اما بعد از اینکه دونالد ترامپ از برجام خارج شد، شما در ماه می از برجام خارج شد، ما میبینیم در ماه جوان 2 دیپلمات ایرانی اخراج میشه و هنوز هم کشورهای اروپایی حاضر نیستن بگن به چه دلیلی این فرد، این افراد اخراج شدن، چرا که هنوز امید داشتن که برجام حفظ بشه، هنوز امید داشتن که کمپانی های آمریکایی یا مثلا ایران با یک سازشی بکنه و آمریکا بتونه بمونه تو برجام. به همین جهت اینا اومدن یک موضع بسیار سرسختانه در باره رفتار ایران پیش گرفتن. در باره اتهام‌های ترور بود که ایران چندین نفر رو ترور کرده و همچنین چندین نقشه ترور بمبگذاری رو گفتن کشف کردن و دقیقاً در سازمان اطلاعات ایران رو هدف گرفتن و بعدها هم اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران رو تحریم کرد. البته این افرادی که کشته شده بودن فقط در اروپا نیست، در استانبول ما شاهد بینیم یک شخصی
مدیر جم تی وی ترور شد به همون شیوه سال قبل بود سال 2017 بود بله. دقیقاً به همون شیوه و ما می‌بینیم سال گذشته در کردستان عراق 4 تن از فعالان سیاسی احزاب عضو احزاب کرد ایرانی اونجا به شیوه‌های مختلف یا ترور شدن یا مثلا بمب به ماشین اونها چسبیده شد منفجر شد و همه نشون می‌داد که از یک طرف دولت آقای روحانی تلاش می‌کرد برجام رو حفظ بکنه به اروپا سفر کرد آقای روحانی به سوئیس به اتریش سفر کرد در حالی که همزمان پلیس فرانسه و آلمان و بلژیک دیپلمات ایرانی رو دستگیر کرده بود به اتهام نقشه اشاره جالبی میکنی جیار برای اینکه این دوباره همون تقابل بین مثلا سپاه قدس و وزارت خارجه رو نشون میده و نهادهای اطلاعاتی که فعالیت برون‌مرزی دارند و وزارت خارجه که در نهایت اوجش استعفای آقای ظریف بود درسته همینطور که جیار هم اشاره کرد در این سال نه فقط در یک سال گذشته در این چند سال اخیر به هر حال یک جنگ قدرتی بین گروه‌های اطلاعاتی امنیتی در ایران وجود داره که در بعضی از بزنگاه‌ها پررنگ‌تر میشه یکی از این بزنگاه‌ها اتفاقا ماجرای پیوستن ایران یا حالا در واقع عمل کردن به پیشنهادهای گروه اقدام مالی یا FATF بود که در همین جا ما میتونستیم این تقابل ها رو ببینیم از یک طرف دولت روحانی و موافقان او میگند که ما هیچ چاره ای نداریم حالا که برجام به جایی نرسیده اگه بخوایم که درهای اقتصاد ایران رو باز بکنیم باز نگه داریم همچنان به روی کشورهای دیگه مجبوریم که شرایط FATF رو بپذیریم و اصلاحاتی اعمال بکنیم لوایحی رو در این حوزه تصویب بکنیم اما از اون طرف مخالفان این لوایح از جمله نیروهایی مثل سپاه مثل سازمان‌های پرتعدادی که در لیست تحریم هستند و منافعشون با پیوستن با تصویب این لوایح ممکنه به خطر بیفته مخالفت بسیار زیادی کردن حتی تا طرح عدم کفایت سیاسی روحانی در مجلس هم پیش رفتن و هنوز هم دو تا از این لوایح که پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین المللی هست پالرمو و FATF هنوز معلق باقی مونده و مشخص نیست که به کجا برسه این در واقع تعارضات به حدی رسید که در نهایت آقای ظریف رو به جایی رسوند که بیاد استعفا بده به دلیل اینکه به این نتیجه رسیده بود که در منطقه این وزارت خارجه نیست که نقش ایفا میکنه بلکه این نیروهای سپاه قدس هستند که ایفای نقش میکنند البته موضوع جدیدی هم نیست در همه دولت‌های قبلی هم همین بوده در کتاب خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی اشاره شده به طور مشخص که حتی سفرایی که در این مناطق انتخاب میشه باید حتما به تایید سپاه قدس منظور مناطق نزدیک ایران منطقه کشورهای همسایه است منظور کشورهای خاورمیانه است بله همسایه‌های ایران نکته رو اضافه بکنم اینکه که ما بگیم مثلا میدونیم سپاه پاسداران دستگاه اطلاعاتی خودشو داره بگیم مثلا اونا بوده این کارو کردن یا وزارت اطلاعات نه اطلاعاتی که ما داریم مشخصه در داخل سازمان اطلاعات ایران هم افرادی هستند خودشون رو پاسخگو به رهبر ایران میدونن وزارت اطلاعات به همین جهت اگه ما بگیم افرادی خارج از دولت آقای روحانی تلاش میکنن که برنامه‌های دولت رو به هر حال به یک نحوی به خطر بندازن مثل همین سفر آقای روحانی به نظر من اینجوری نبوده چرا که چه دترش میکنه نه سفر آقای روحانی من اونجا بودم در واقع خودم پوشش دادم سفر آقای روحانی رو به سوئیس و به اتریش همون که همزمان شد با اون بازداشت دیپلمات ایرانی در اتریش نقشه بمب گذاری در روز اول در اینها هم سوئیس هم اتریش فرش قرمز برای آقای روحانی پهن کردند و هدفشون این بود که نشون بدن به آمریکا که ما همچنان متعهد هستیم به توافق هسته‌ای و ما به طور مستقل با ایران روابط خواهیم داشت و روابط سازنده خواهیم داشت روابط عادی فرش قرمز پهن کردن ولی روز دوم روز اول ایشون به سوئیس رفت که همه چی خوب برگزار شد روز دوم وقتی که به اتریش رسید ناگهان خبر آمد که بله یک دیپلمات ایرانی در سفارت ایران در اتریش دستی داشته ظاهرا در تبانی برای بمب‌گذاری در یک جلسه گردهمایی مجاهدین خلق
که تحت شعاع قرار داد تمام سفر رو. موقع یادمه که همین یک ماه پیش تو مونیخ بودیم در این کنفرانس امنیتی مونیخ، از آقای روحانی، از آقای ظریف اونجا سوال شد که خب شما آدمایی رو میفرستید خارج از کشور برای قتل افراد، خب برای اروپا قابل قبول نیست، برای جهان قابل قبول نیست. آقای ظریف صحبت کردن که نه، ما چطور میتونیم همچین کاری بکنیم؟ همون روزی که آقای روحانی مثلا میخواد بیاد اروپا، ما هیچ وقت این کارو نمیکنیم. که بعد ازش سوال شد، اتفاقا همین همکار ما در بی بی سی لیسوست ازش پرسید که خب ممکنه یه سازمانی بدون اینکه شما مطلع باشید این کارو کرده باشه، که آقای ظریف رد نکرد این داستان. جالبه برای اینکه اگه یادتون باشه امانوئل مکرون هم همین رو گفت. گفت که ما میدونیم که کسانی هستند برای وزارت خارجه، افراد خودسر، که حالا این افراد خودسر هم صحبت از وزارت اطلاعات ایران میگه. و در همین هم در مورد همین ماجرای بمبگذاری یا توطئه برای بمبگذاری در اجتماع مجاهدین خلق و هم در مسائلی که در شمال اروپا اتفاق افتاد، دانمارک و هلند و اینها، همه جا صحبت از وزارت اطلاعات ایرانه. یعنی اطلاعاتی که این کشورها دارن نشان میده که وزارت اطلاعاته که این کار رو کرده. این سوال رو از وزیر خارجه هلند چند روز پیش پرسیدم، گفتم آیا یک فرضیه هست ممکنه افراد خودسر در داخل ایران حرکاتی رو انجام بدن که دولت آقای روحانی رو به بنبست برسونه؟ وزیر خارجه هلند گفت ما اطلاعاتی که دستگاه‌های اطلاعاتی به ما دادن نشون میده مقامای ایرانی، Iranian authorities، دقیقاً کلمه‌ای که استفاده کرد، مقامات ایرانی در سطح بالایی از این باخبر بودن. یعنی این صحبت که بگیم مثلا دولت ممکنه، گفت نمیدونیم تا چه حد، ولی خب آگاه بودن و تصمیم گیری در سطح بالا بوده. و اینا در ادامه صحبت های دوستان، وزارت اطلاعات در ایران هیچ وقت یک دست نبوده. وزیر اون هم شخصی هستش که حتما باید با تایید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انتخاب بشه. ما در برهه‌های مختلف زمانی دیدیم که مثلا از همین وزارت اطلاعات اتفاقی مثل قطرهای زنجیره‌ای میفته که دولت آقای خاتمی ازش بیخبر بود و اون جنجال به پا میشه. و اینکه به هر حال البته همیشه هم تشکیک بوده در اینکه در چه سطحی واقعا میدونستان، آیا میدونستان آیا نمیدونستان، هیچ وقت که ولی ماجرا اینه که یک دست نیست وزارت اطلاعات، بخش‌های مختلفی داره و به هر حال گروه‌های که معروف به گروه‌های خودسر هستن در همه این نهادهای اطلاعاتی که فقط محدود به در واقع سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هم نمیشه. نهادهای اطلاعاتی در ایران پرتعداد هستن و در طی این سال‌ها هم بر تعدادشون اضافه شده. این افراد در این سازمان‌ها همچنان وجود دارن، فعالیت می‌کنن و همه اونها در پاسخگو به دولت ممکنه نباشه، پاسخگو نیستن. من حال داشتم میگفتم که این حرکات خیلی کار رو برای اروپا مشکل کرد. اروپا خیلی سعی داشت که بعد از اینکه آقای ترامپ این توافق رو پاره کرد، یک خط مستقلی رو دنبال کنه، خط مستقل تعهد به توافق هسته‌ای، و تلاش کنه که تحریم‌ها بی اثر باشه، تحریم‌های آمریکا. ایران بتونه در سطحی نفتش رو بفروشه، به عایدات نفت دسترسی داشته باشه و شرکت‌های اروپایی بتونن برن و بیان. این اتفاقایی که میفته خب توجیه ادامه کار رو برای اروپا با ایران مشکل کرد. اگرچه خانم موگیرینی که مهمترین مدافع در واقع توافق هسته‌ای با ایران هست امروز در جهان، صحبت کرد که ما اینها رو باید جدا کنیم. توافق هسته‌ای یه چیز جداست و خیلی مفیده برای امنیت جهان، امنیت اروپا، و ما بهش متعهد خواهیم بود علی‌رغم اینکه آمریکا میخواد بره بیرون. ولی مسائل دیگری هست که بسیار جدی هستن برای ما و ما اونها رو به طور جداگانه با ایران مثل موشکی، مثل تولید موشک‌های بالستیک، رفتار ایران در منطقه، دخالتش در عراق، در سوریه است، مسئله حقوق بشر، مسئله یمن، دخالت‌های ایران در یمن، اینها رو میخوان می‌خواستن جدا. این دوگانگی نیست مثلا به نظر میاد در واقع وقتی نگاه می‌کنیم به رفتار
اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی تک به تک، انگار که یک تناقضی در این رفتار هست. یعنی مثلا اتحادیه اروپا به عنوان یک کل میگه ما به برجام پایبندیم، میخوایم نگه داریم، با ایران هم داریم سعی میکنیم توافقات بیشتری داشته. وقتی میرسه به دونه دونه کشورها، با هلند ببینیم دو نفر اخراج کرده، دانمارک خیلی موضع تندی گرفته، کشورهای دیگه همینطور، و به نظر میاد که وقتی به تک تک کشورها میرسیم اونها موضع متفاوت دارن از اون موضع جمعی. همینه که میگم میخوان جدا کنن، میخوان مسئله هسته‌ای رو جدا بهش ادامه بدن به اجرای توافق هسته‌ای و اینکه سعی کنن ایران از مزایاش بهره مند بشه، و از طرف دیگه میگن این مسائل رو دارن همین کشورها. خب زیار بهتر میدونه، خیلی مصمم هستن که این مسائل رو دنبال کنن، میگن قابل تحمل نیست. به همین وزیر به شما گفته بود، این صحبتی بود که وزیر خارجه هلند کرد، گفت ما آژانس انرژی اتمی گفته بازدیدهایی که داشتن ایران به تعهداتش در چارچوب برجام متعهد بوده و این برجام از دید اونها یک وسیله‌ایه که از گسترش سلاح اتمی در خاورمیانه جلوگیری میکنه. این رو حتی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دقیقا. هم تایید کردن. اما فراموش نکنیم موضوعی که باعث شد آمریکا بهانه کرد و فشار آورده به اروپایی‌ها هم اینه که مسئله موشکی و رفتار ایران در سوریه و عراق و لبنان و یمن، یعنی در حقیقت این سیاست‌های سپاه قدس در اونجا، به هر حال حضور نظامی داره، در به هر حال حزب الله بخشی کنترلش دست ایرانه، در یمن موضوع حوثی هاست، در عراق موضوع هشت شعبیه، در سوریه مسئله نیروهایی که ایران اونجا برده و با بشار اسد هماهنگی میکنه. اینا موضوعاتی هستند که اروپایی‌ها هم باش مشکل دارن. یعنی شما با هر مقام اروپایی صحبت میکنید، در یک سال گذشته چندین مورد پیش اومده که ما صحبت کردیم، همه اونا میگن ما میدونیم این رفتارهای ایران نمیتونه ادامه پیدا کنه، و ظاهرا هم همونجوری هم که کسرا گفت این رفتارهای ایران هستش که اروپایی‌ها رو در یک موقعیتی قرار داده که در برابر آمریکا به شدت تحت فشار هستن. چرا اروپایی‌ها اینقدر حالا راجع به این موضوع حساسن؟ همونطور که تو گفتی قبل از اینکه آقای ترامپ امضا بکنه اون نامه رو بیاد بیرون اینجوری نبود. ببین به باور من، فراموش نکنید بعد از برجام قراردادهای میلیاردی امضا شد، توتال فرانسه، شل داچ، شل شرکت‌های نفتی، بر حال ایرباس، شرکت‌های هواپیمایی، خیلی اینا فعال بودن و امیدوار بودن که بر حال الان دولت روحانی اونجاست بتونه ایران به جامعه بین‌المللی برگرده، ثبات پیدا بکنه. برای اینا بسیار مهم بود. اما خب در آمریکا تغییراتی زیادی کرد. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بخصوص گفتن این رفتارهای ایران نمیتونه ادامه پیدا کنه، و منافع مالی شرکت‌های اروپایی بسیار بسیار بیشتره در آمریکا با ایران. به همین جهت حتی برخلاف اینکه دولت‌های اروپایی گفتن، اروپا گفت ما ضمانت می‌کنیم خیلی از فعالیت‌های شما رو، اون شرکت‌ها که فقط شرکت نفتی نیست، ده‌ها شرکت دیگه زیر مجموعه دارن در آمریکا در استاک مارکت هستن، اونا متوجه شدن ممکنه بهایی که بپردازن برای معامله با ایران بسیار بسیار بیشتر از منفعت باشه. به همین جهت وقتی که اون شرکت‌ها بیرون کشیدن، به باور من ما این مثلا روند رو می‌بینیم. اروپایی‌ها هم خیلی منتقد شدن و اومدن بیرون، خیلی آشکارا از ایران انتقاد کردن. آسون نیست. شما برخلاف سیاست‌های آمریکا از رئیس جمهور ایران دعوت کنید بیاد به کشورتون برای یه سفر رسمی، فرش قرمز براش پهن کنید و همون روز معلوم بشه که دیپلمات شما می‌خواسته کسی جایی بمب‌گذاری کنه تو پاریس. خب این البته دولت ایران همواره گفته که این در واقع یک به قول معروف برای ما پاپوش دوختن، این چیزیه که در واقع گفته شده از طرف دولت ایران که کسانی دستن در کار بودن برای اینکه سفر آقای روحانی رو تحت شعاع قرار بدن، برای همین اصلا این خبر در اون روز اعلام شده. ببینید اگر اینطور بود اروپایی‌ها دلشون نمیخواست این سفر تحت شعاع قرار بگیره، اروپایی‌ها فرش قرمز پهن کرده بود برخلاف خواست آمریکا، داشتن جلوی آمریکا وای میستادن، میخواستن نشون بدن که ما رئیس جمهور ایران رو دعوت کردیم برای اینکه ما سیاست مستقلی داریم. نمیخواستن این وزیر روحانی فقط در خارج از ایران نبود، در داخل ایران هم تقریبا با همین موقعیت روز به روز مواجه هست دولت روحانی. درسته. خب همین مشکلاتی که در حوزه بین المللی برای ایران پیش میاد، همونطور که اشاره کردم، باعث میشه که دولت
قدرتش کمتر شه. این واقعیت هستش که سیاست خارجی ایران در دست دولت نیست، در دست رأس حاکمیت ایرانه و دولت چندان نقشی نداره. از اون طرف این مشکلاتی که در این حوزه به وجود اومد باعث شد که خب دولت هم انتخابهاش و کارهایی که میتونه انجام بده محدودتر و محدودتر شه. یه بخشش البته طبیعیه به دلیل اینکه عموما در ایران دولت‌ها در دور دومشون به جایی میرسن که به دلیل اینکه دیگه مشکلات خودش رو نشون میده، واقعیت خودش رو داره نشون میده، بین گروه‌های طرفدار دولت یک سری اختلافاتی ایجاد میشه و دولت روحانی هم که گروه‌های متنوعی ازش حمایت می‌کردن طبیعی هستش که دچار این اختلافات بشن و در نتیجه دولت‌ها در دور دومشون یه مقدار ضعیف‌تر میشن، افت می‌کنن. از طرف دیگه موضوع دیگه‌ای که برای دولت آقای روحانی پیش اومد این هستش که مطالباتی ایجاد کرد، وعده‌هایی رو داد در دور اولش که نتونست اونها رو بهش جامعه عمل بفروشونه. همین الان می‌بینیم مثلا موضوع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 همچنان به عنوان یک مطالبه‌ای که 6 سال ازش گذشته و همچنان هر بزنگاهی انتشار یک عکس از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اون رو دوباره داغ میکنه، در سطح جامعه به شدت واکنش برمی‌انگیزه و هنوز به عنوان یک مطالبه اصلی باقی مونده، بهش پاسخ داده نشد. یا آزادی‌های عمومی که آقای روحانی در زمان در واقع تبلیغات انتخابات به شدت روی اون انگوش گذاشته بود، همچنان ما میبینیم که چنین اتفاق نیفتاده و هنوز هم تعداد زیادی داریم از افرادی که در زندان هستن. اتفاقا شاید بشه گفت اصلا وضع بدتر شده به لحاظ حقوق بشری ظرف ماه‌های اخیر. مثلا حکم‌های طولانی رو الان شاهد هستیم برای فعالان حقوق بشر، مثلا نسرین سودود این حکمی که ازش صحبت شد حالا سال‌های طولانی هست، و همینطور بحث‌های مربوط به فعالان کارگری، فعالان معلمان، و یعنی به نظر میاد که برخوردها همزمان با این که دولت اون کارهایی که ازش توقع می‌رفت انجام نداد، برخوردها هم با معترضان بیشتر و بیشتر شد. یک دلیل شاید در واقع اوج اعتراض‌هایی باشه که در دی ماه سال 96 اتفاق افتاد و چنان گسترده بود که بیشتر از 100 شهر ایران رو در بر گرفت، چنان شوکی ایجاد کرد که بعد از اون هر حرکت اعتراضی باهاش برخوردهای تندتری انجام شد. ولی از اون طرف هم این همین اعتراض‌های دی ماه 96 باعث شد که این اعتراض‌های در واقع گاه به گاه اصناف مختلف ادامه پیدا بکنه در همین سال 97 که بسیار هم ما می‌بینیم متنوع بوده. روزی نبوده که خبری نبینیم از اینکه یک گروهی از کارگران، از راننده‌های کامیون، از حتی کولبران اعتراض می‌کردن. فقط من می‌خواستم به تبعات تحریم ها بگم چقدر بر وضعیت معیشتی مردم ایران در همه جا اما در مناطق مرزی فقر، تورم، بیکاری، واقعا نداری مضاعف شده. و داستانی که من شنیدم واقعا برام خیلی تکون دهنده بود. مثلا دزد رفته توی یه خونه دزدی کرده، فکر میکنی چی دزدیده؟ روغن و برنج دزدیده. این موضوعی شوخی نیست. مثلا با یکی صحبت میکردم توی یکی از شهرها، میگفت همسایمون زنش برگشته گریه کرده، چندین ساعت تو صف گوشت یخ زده بوده، برگشته کسی چاقو اینجا گذاشته گوشت رو ازش گرفته. یعنی ببینید مثلا یک کاریکاتور ما دیده بودیم یه جا همه تو نونوایی دست بلند میکنن بسات سرقت مسلحانه، و واقعا این دیگه کاریکاتور نیست، جوک نیست. در خیلی از جاها به خاطر نداری، به خاطر فقر، مردم حاضرن دست به هر کاری بزنن. مسئله کولبرا که این موضوع رو ما پوشش دادیم، تعداد بیشتری از اینها در چند ماه گذشته اومدن، با توجه به اینکه کوهستان‌های سخت صعب العبور برفگیر هستش، مردم بیشتری میان، جوانای بیشتری، افراد تحصیل کرده بیشتری میان. و وقتی با این افراد صحبت میکنید، خب شما برای یک چکم 100 هزار تومان این خطر رو در پیش میگیره، میدون مین، افتادن پایین از صخره‌های برفگیر، کشته شدن توسط گلوله نیروهای مرزی ایران، شما این همه خطرات رو متحمل میشه، آیا ارزشش داره؟ جواب یکیش اگه این کار رو نکنیم، زن و بچه ما باید برن خودفروشی بکنه. یعنی
این چیزی که ما میتونیم ببینیم، یعنی لمس کنیم، لب مرز میری، فیلم میگیری. به همین جهت متاسفانه اثرات تحریم، وضعیت معیشتی مردم بسیار بسیار است که این تحریم ها خب در سال آینده تأثیرش رو بیشتر نشون بده. ما الان تا ماه مه، یعنی تا چند هفته دیگه، فرصت آمریکا به شرکت های نفتی که بهشون داده بود که قطع بکنید تا ماه می تمام بشه. معلوم نیست آیا آمریکا به این شرکت ها اجازه بده که نفت بیشتری از ایران بخرن. بنابراین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، نتونستن به صفر برسونن. کسرا خیلی صحبتش رو کردن آمریکایی ها، ولی نتونستن. فکر نمی کنم مشکل این بوده باشه که نتونستن. اینها میخواستن که بازار رو تکان ندن، قیمت نفت نره به جایی که تأثیر بذاره رو اقتصاد غرب و کشورهای غربی و این صحبت ها. میخواستن یه جوری کنترل شده برن جلو. و در واقع اون روزی هم که آقای ترامپ توافق رو پاره کرد، در واقع 6 ماه وقت داد که شرکت ها چیزشون خریدهای نفتیشون رو کم کنن. ولی الان با توجه به وضعیت ونزوئلا و موقعیتی که الان در به هر حال منطقه هست، عراق و غیره، فکر می‌کنی چقدر شدنی باشه این خواسته نتانیاهو و همینطور دولت آقای ترامپ که در هر حال فروش نفت ایران رو به صفر برسونن؟ هدفشون این هست. من فکر می‌کنم که به این سیاست ادامه بدن، فشار رو بگذارن به این شرکت‌های خریدار نفت ایران در آسیا، به خصوص در چین، در کره جنوبی، در ژاپن، در هند، که اینها کم کنن و بیشتر رو بیشتر کم کنن، شاید اصلا متوقف کنن. بعدم از اینم که بگذاریم، خب مسئله دسترسی ایران به پول، این به عایدات، درآمد ایران از محل نفت مسئله است. شما آره ممکنه نفتم بفروشی، ولی نمیتونی پول رو وارد کشور بکنی. پول در یک حسابی در این کشورهای وارد کننده خواهد ماند برای استفاده، برای واردات، که اون واردات هم مشکل خواهد بود برای اینکه سیستم بانکی کار نمیکنه. بنابراین من حدس میزنم که این کمبودها و فقر و فشارهای اقتصادی در ایران در سال آینده متاسفانه بیشتر بشه. در سالی که گذشت انتصاب‌های متعددی هم از طرف رهبر ایران صورت گرفت که هر کدوم از اونها میشه راجبش یه برنامه ساخت، ولی ما می‌خوایم اینجا فقط خیلی گذرا بهش بپردازیم، به خصوص این انتصاب آخری، انتصاب آقای رئیسی. درسته. خب اگه ما بخوایم انتصاب‌های آیت الله خامنه ای رو بیایم بررسی بکنیم، یه نگاهی بهش بندازیم، باید یه مقدار دورتر رو نگاه بکنیم. انتصاب‌های دست کم یک دهه اخیر آیت الله خامنه ای رو بررسی بکنیم، می‌بینیم که او در این طی این سال‌ها با تغییراتی که در سازمان‌ها و نهادهای گسترده زیر نظر خودش اعمال کرده، به نوعی کادرسازی کرده، به نوعی نهادسازی کرده و از این طریق قدرت خودش رو تثبیت کرده. در این یکی دو سال اخیر که از سال گذشته تغییرات بسیار گسترده‌ای شروع شده بود و امسال هم ادامه پیدا کرده، این تغییرات یک مقداری دوباره از جنس دیگری بوده و معانی دیگری میتونه ازش برداشت بشه. از جمله اینکه مثلا در ریاست دانشگاه امام صادق یا در واقع رئیس نهاد رهبر در دانشگاه ها و همینطور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، 3 روحانی رو گذاشته که از افرادی هستند که جوان تر از در واقع کسانی هستند که پیشتر در این سمت بودن اولا، و دوما بسیار به او نزدیکن، معتمد او هستند و در واقع به نوعی هر آنچه که سیاست های رهبر جمهوری اسلامی باشه اونها پیاده میکنن. این رو در موضع‌گیری هاشون میتونیم ما به وضوح ببینیم. یعنی میشه گفت که قدرت در ایران داره یک دستتر میشه در دست آقای خامنه ای نسبت به اونچه که مثلا 4 سال 5 سال پیش میتونست باشه وقتی آقای رفسنجانی هم هنوز زنده بود. به ویژه این که دقیقاً همینطوره، در تجربه های گذشته جمهوری اسلامی افرادی مثل احمدی نژاد، مثل هاشمی رفسنجانی، مثل خاتمی حتی، شاید که هرچند نزدیک به رأس هرم قدرت نبوده هرگز، ولی به هر حال این افراد میتونن در بزنگاه ها مخالفت کنن با رهبر جمهوری اسلامی. آقای هاشمی رفسنجانی نفوذ داشت در قدرت، ولی به تدریج
نسل اول انقلاب کنار گذاشته شدن و آیت الله خامنه‌ای تلاش میکنه نسل جدیدی رو از روحانیون بر کار بگذاره که به طور کامل به اونها اعتماد داره و نزدیکانش هستن. در واقع میشه گفت انتصاب صادق لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام هم میتونه در همین حوزه تعریف شه، چون طبق قانون این رئیس جمهور هستش که میتونه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باشه و دقیقاً اونطور که مشاور رئیس جمهور آقای آشنا یه زمانی بهش اشاره کرده بود، به همین علت هست که روحانی در جلسات مجمع تشخیص به هیچ وجه حاضر نمیشه، چون نمیپذیره که او رئیس مجمع نباشه. ولی صادق لاریجانی فردی هست که در دوران ریاستش در قوه قضاییه به تونست اعتماد رهبر جمهوری اسلامی رو جلب کنه، تونست که زبان گویای او باشه، سیاست‌های او رو پیاده کنه، مواضع اون رو دنبال بکنه. از این طرف آقای رئیسی هم که به ریاست قوه قضاییه رسیده و دیروز هم نایب رئیس مجمع تشخیص مصلحت مجلس خبرگان رهبری شده، باز هم او از نزدیکان آیت الله خامنه‌ای است، از شاگردان او بوده و معتمدان او هستش. این دو انتصاب آخر، یعنی صادق لاریجانی و آقای رئیسی، میتونه که وزن این دو افراد رو در دوران پسا خامنه‌ای یک مقداری سنگین‌تر و پررنگ‌تر بکنه. البته ببخشید، این در اگه شما دنبال کنید در میان فعالان حقوق بشر، این یک موضوعی بود که بعد حال سیاست‌های قوه قضاییه ادامه پیدا اینجوری ادامه خواهد پیدا خواهد کرد، حبس‌های سنگین سرکوب مخالفان. آقای رئیسی هم که غریبه نیست، معاون قوه قضاییه بود. آقای رئیسی هم فراموش نکنید جزو اون قضات مرگ بودن که در سال 1367 گفته شده هزاران زندانی سیاسی رو به جوخه‌های اعدام فرستادن و این خبر خوبی نبود. یعنی در حقیقت میشه گفت فعالان حقوق بشری ایران، دگر اندیشان، این رو به عنوان یک نکته منفی که یک شخصی رو آورد که اگه کسی دیگه بود، مثلا وقتی که هاشمی شاهرودی اومد به قوه قضاییه یه امیدهایی به وجود اومد ممکنه این فرد متفاوت باشه، چون گفت من خرابه‌ای رو تحویل گرفتم. ولی خب پیشینه آقای رئیسی کاملا مشخصه در دستگاه قضایی، تفکرش کاملا مشخصه. به همین جهت گفت تغییری اصلا حاصل شد، چون به هر حال ما پرونده رؤسای قوه قضاییه رو که ورق می‌زنیم ظرف این سال‌ها، واقعا میشه تغییری دید، میشه فرقی دید بین مثلا اونچه که در قوه قضاییه آقای شاهرودی اتفاق میافتاد با اونچه که در قوه قضاییه مثلا آقای لاریجانی یا قبل از اون مثلا در دوره آقای یزدی بود. اتفاقی که در قوه قضاییه در این سالها افتاده، در این حداقل در سه دهه گذشته، اینه که یک بخشی از نیروهای امنیتی در درون قوه قضاییه قدرت گرفتن و رؤسای قوا این اختیار رو به اونها دادن. ما الان بخشهایی از زندانها رو داریم که بازجو در اونجا حضور داره، حرف اول آخر رو بازجوهای نهادهای امنیتی میزنن و حتی مثلا این که در خود زندان اوین یک شعبه دادرسی وجود داره که نه وکلا، نه خانواده ها، نه هیچ کسی به اونها دسترسی نداره. پشت زندان‌های اوین اونجا حکم صادر میشه. اتفاقیه که به ویژه در بعد از سال 88 پررنگ‌تر شد و نهادهای امنیتی در اونجا قدرت بیشتری پیدا کردن. آقای رئیسی هیچ تغییر در این خواهد داد؟ از طرف دیگه قوه قضاییه هم به هیچ نهادی پاسخگو نیست جز رهبر جمهوری اسلامی. هیچ در واقع طرح تحقیق و تفحصی که وظیفه مجلس از جزء قانون طبق قانون و میتونه که نظارت بکنه بر این نهادها، هیچ کدوم از این طرحها به جایی نمیرسه، هیچ طرح سوالی به جایی نمیرسه. یک سوال نماینده مجلس در مورد حساب‌های میلیاردی قوه قضاییه با بازداشت، حکم بازداشت شبانه اون روبرو میشه و این مقاومت وجود داره و همچنان هم تعداد زیادی از فعالان مدنی، صنفی، سیاسی در زندان‌ها هستن. بعضی اونها فیلم اعتراف پخش میشه، مثل اسماعیل بخشی یا سپید قلیان که همینطور اعتصاب‌ها هم کماکان ادامه داره. تا همین چند هفته گذشته اعتصاب‌های معلمان هم بود. کسرا، ولی همزمان ما میبینیم که فعالیت و تکاپو در خارج از ایران برای براندازی نظام هم
بیشتر شده، یعنی دست کم اون چه که به چشم میاد انگار که گروه‌های متعددی الان هستن که دنبال براندازی هستن، به خصوص که از گرچه که سیاست رسمی دولت آمریکا میگه براندازی نیست، اما خط و مشی که داره به براندازی نزدیک هست. آیا تو همین حس رو می‌کنی که مثلا به خصوص با توجه به اون کنفرانس ورشو که خودت از اونجا گزارش می‌کردی، این تکاپو جدی‌تر هست، برنامه‌ریزی شده تر هست و ممکن هست ازش اتفاقی رو بتونیم شاهد باشیم؟ شکی نیست، وقتی آقای ترامپ توافق هسته‌ای رو پاره کرد، خیلی ها از کسانی که مخالف حکومت ایران هستن، ایرانی های خارج از کشور در آمریکا، در اروپا، جای دیگه، دلگرم شدن. کسانی که خواهان براندازی هستن، دنبال یک چیز، فکر کردن که آمریکا حالا دنبال این مشی رفته و از دولت ترامپ هم حمایت کردن همین گروه ها. اشاره کردی به این کنفرانس ورشو، اینم خودش جالب بود که اون موقع که این کنفرانس برگزار شد، شایعات این بود که آمریکا میخواد ائتلافی درست کنه، چه خارج از کشورهای مختلف علیه ایران، از کشورهای منطقه اسرائیل و غیره، و همطور یک ائتلاف از گروه‌های مخالف حکومت ایران. من که اونجا بودم خیلی جالب بود، اون روزی که کنفرانس داشت اتفاق می‌افتاد در اون منطقه تدابیر امنیتی خیلی شدید وجود داشت و نزدیک شدنش حتی برای خبرنگارا مشکل بود با کارت خبرنگاری و غیره اینها، ولی اونجا ما شاهد دو تا تظاهرات جداگانه در دو گوشه بودیم، از طرف مجاهدین خلق و از طرف طرفداران رضا پهلوی، گروهی از اونها، که معلوم بود که خب تا یه حدی از یک نوع حمایتی برای بودن اونجا برخوردارن و اینا خب نمیتونستن به این شدت نزدیک بشن به این محل. من از آقای براین هوک که مسئول ایران هست در وزارت خارجه آمریکا پرسیدم، گفتم که شما مجاهدین خلق رو انتخاب کردین؟ گفت نه، ما نکردیم. و صحبتش این بود که ما برای ایرانی ها اپوزیسیون تعیین نخواهیم کرد، ایرانی ها خودشون تصمیم بگیرن چه میخوان بکنن و اینا، و ما سیاستمون براندازی نیست. ولی خب روشنه، همونطوری هم که گفتی، بعدشون نمیاد اگه فردا حکومتم سرنگون بشه و این رو هم از جمله به اصطلاح دستاوردهای دولت آقای ترامپ معرفی خواهند کرد بدون شک. ولی جالب بود که این گروه ها به وجد آمده بودند، دلگرم شده بودند، حتی هشتگ زده بودند در حمایت از این کنفرانس، و یه شایعاتی هم بود که آمریکا میخواد این دو گروه رو، به خصوص مجاهدین خلق رو و طرفداران رضا پهلوی رو، در یک ائتلاف وارد بکنه که ظاهرا نشد. من جایی شنیدم که رضا پهلوی گفته بود ما با مجاهدین خلق وارد یک ائتلاف نمیشیم، و معلوم بود که اختلاف ها زیاده و نمیتونن همچین کاری رو بکنن، حتی اگر خواسته باشن، که احتمالا میخواستن در یک مقطع، بعد دیدن که نمیشه، از خیرش گذشتن. همون روزم توی چیز، توی اجتماع مجاهدین خلق، رودی جولیانی سخنران بود. از همین آقای هوک پرسیدم که خب در این باره چه میگید؟ وکیل آقای ترامپ آمده اینجا داره برای مجاهدین خلق سخنرانی میکنه، خب رابطتون چیه؟ از قدیم باهاشون هش و نش داشته آقای جولیانی، داشته، ولی به هر حال الان به عنوان یک کسی که در دستی در این به اصطلاح دستگاه حاکمه بریتانیا آمریکا داره شرکت داشت، اونم گفت نه آقای جولیانی اصلا به دولت ما ربطی نداره. گفتم خب وکیل رئیس جمهور، گفت وکیل ولی دولت نیست و اینها، میخواستن جدا کنن این صحبت. در مورد بولتون چی میگن؟ که او هم تقریبا او گفته بود که جمهوری اسلامی سال 2019 رو نخواهد دید. آقای بولتون گفته اگه تو میشه در سخنرانی پیشینش این حرفا رو زده بودن. الان دارن کمتر از این حرفا میزنن. نیدم آقای بولتون این حرف رو تکرار بکنه. و اون کنفرانس هم به جایی نرسید. به این خاطر که میخواستن ائتلاف ایجاد کنن، ادعا کردن حدود 60 کشور اونجا آمده بودن در این کنفرانس، ولی دست آخر
در اطلاعیه‌ای که میزبان مشترک هم آمریکا و لهستان منتشر کردن کلمه ای از ایران نیامد، گرچه توی کنفرانس همین آقای مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا خیلی سفت و سخت و شدید به ایران پرید عنوان عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه بماند، اونم به جای نرسید. یه موضوعی که فراموش نکنیم، ما در یکی دو سال گذشته به خصوص در ایران این رو میبینیم، سرخوردگی مردم و امیدی که به اصلاح طلبا داشتن و به هر جهت دولت روحانی رو به یک نوعی نماینده اصلاح طلبا می‌دونن یا حداقل اصلاح طلبا از اون حمایت کردن. ما می‌بینیم اگه همون دی ماه سال 96 تظاهراتی بود بر علیه هم اصولگرا هم اصلاح طلب شعار داده می‌شد، این یک طرف قضیه، سازمان‌ها و احزاب فعالی که خارج از کشورن شاهد این موضوع هستن در داخل ایران، این سرخوردگی در داخل ایران هستن، این یک مقدار به اونا امید داده که ممکنه تلاششون به نتیجه برسه. از طرف دیگه هم که سیاست‌های آمریکا که به شدت از دولت ایران انتقاد کرده، به شدت به هر حال میخواد از مخالفین حمایت بکنه، من میگم مجموعه این دو موضوع، یکی در خوردگی مردم از داخل ایران، ناخشنودی اونها از عملکرد اصلاح طلبان به چیزی که وعده داده بودن، همین که شما گفتی خیلی از قولهایی که آقای روحانی داده بود میشه گفت به عملی نشد. الان دیگه نه آقای روحانی میگه من اصلاح طلبم، نه اصلاح طلبا میگن که او از ماست، همه اون حسابا قدیمی به نظر میاد. عوامل باعث شده به نظر من کسانی که طرفداری براندازی شدن خیلی با انرژی بیشتری فعالیت کنه. فراموش نکنید اصلاح طلبان همیشه میگن حفظ نظام، حفظ بله، نظام بله، همیشه این بحثیه که همواره مطرح بوده. ولی در حاشیه این کنفرانس ورشو یک مسئله امنیتی بود، اگه یاد باشه اول قرار بود بحث محوریتش ایران باشه، بعد اومدن روی امنیت خاورمیانه، شعار جلسات ورشو بود. در خاورمیانه موضوع مهم سوریه است که نمیتونیم واقعا در مورد سوریه حرف بزنیم، نقش ایران رو در نظر نگیریم، یا در مورد ایران و مسائل ایران صحبت کنیم و نقش سوریه رو در نظر نگیریم. به ویژه که ظرف سال گذشته یک اتفاق مهم دیگه افتاد، اون هم رویارویی مستقیم بین اسرائیل و ایران در خاک سوریه بود. بارها و بارها اسرائیلی‌ها اعلام کردن که ما مواضع ایران رو در خاک سوریه زدیم. به نظرت این چقدر تاثیر داره؟ آیا هرگز میشه انتظار داشت که در سال آتی این بالاتر از این چه که تا حالا بوده بگیره و بالاتر بره؟ همه نشانه‌ها حاکی از اینه که اسرائیل عقب نشینی نخواهد کرد. و فراموش نکنیم در چند سال گذشته روسیه و ایران به یک نوعی در یک جبهه بودن، متحد بودن به خاطر حفظ بشار اسد. اما در این یکی دو سال گذشته ما میبینیم جنگنده های اسرائیل بارها مواضعی رو حداقل ادعای اسرائیل یا پایگاه های سپاه قدس ایران بودن یا نیروهای وابسته تحت فرماندهی ایران بودن اونجا بمباران میکنه، بدون اینکه سیستم دفاعی شوروی روسیه که اونجا مستقر هستش به اینا حساب شلیک بکنن. این یک طرف قضیه. طرف دیگه هم که به نظر من سوریه بسیار مهم بود امسال، این بود که دونالد ترامپ یک دفعه بدون هیچ اطلاعی اعلام کرد که نیروهاش رو از سوریه خارج خواهد کرد. اتحادیه اروپا نگران بودن، چون اینا تو ائتلافی هستن که دارن علیه داعش می‌جنگن. مسئله کردها بود که آینده اونها کلاً زیر سوال رفت و نگران بودن که ترکیه ممکنه به اونجا حمله بکنه و بتونه این تلاشی که در 5 سال گذشته کردن این کلاً از دست بدن، این دستاوردهایی که علیه داعش داشتن. به هر حال موضوع سوریه بسیار بسیار پیچیده است. ما ترکیه رو داریم اینجا، ایران رو داریم اونجا، اسرائیل داره لب مرزاش میگه نگران، روسیه رو داریم. به هر حال اینجوری هم نشد و میبینیم در انتها آمریکا فشارهای زیادی از داخل آمریکا، سناتورهای آمریکا و حتی افرادی که در داخل دولت خود بحث کابینه آقای ترامپ هستن مخالف دیدگاه او بودن، متقاعدش کردن 200 تا سرباز بذاره اونجا به خاطر اینکه اگه بره بیرون ممکنه ایران و روسیه اونجا رو کلا در دست داشته باشن. و ما میبینیم که ترامپ یک نوع عقب نشینی کرد از سیاست خودش، از یک طرف گفت 200 تا سرباز، بعد شد 400 تا، الان پنتاگون میگه که هیچ به برنامه ای نیست که کی این نیروها رو از اونجا بکشیم بیرون. و فراموش نکنیم داعش در این لحظه که ما صحبت میکنیم آخرین نفس هاشو از لحاظ فیزیکی داره میکشه و
رهبران اونا از سوریه فرار کردن و این یعنی امکاناتی دارن، تشکیلاتی دارن، سازماندهی دارن، میتونن از جای دیگه سر بزنن بالا و عملیات‌های مخفی بس پنهانی انجام بدن، حملاتی. اتفاقا ایران هم نگران این موضوع است. تو ایران دست کم دو عملیات انجام شده ظرف ماه‌های گذشته که گفته شده که خط و ربطی از داعش ممکن هست در اونها وجود داشته باشه. بس یعنی یکیش داعش گفته اصلا مسئولیت قبول کرده، یکی دیگه جیش العدل مسئولیت قبول کرده، ولی ایران یه جورایی میگه که اینها هم بی ربط نیستن به داعش و عربستان طبیعتاً همینواره پشت همه اینها ایران عربستان رو مسئول میدونه. در مورد عربستان هم صحبت بکنیم، به هر حال ظرف ماه‌های گذشته روابط ایران عربستان دائما تندتر و تندتر شده، لحن مقامات نسبت به هم دیگه. کس رو نظر چیه راجع به این؟ بیشتر شده، اگرچه من اینم بگم ظرف یکی دو هفته گذشته من دارم نشانه هایی میبینم از اینکه دو طرف هر دو کشور دارن میخوان درجه حرارت رو بیارن پایین. نشانه هاش چی باشه؟ شاید نمیدونم راسته، شاید یک تلاش هایی برای پایین آوردن درجه حرارت هست در سطح بین المللی، نمیدونم، ولی این نشانه هست. ولی اینکه به هر حال این رابطه رابطه پرمشکلیه که شکی نیست و خیلی هم داره مشکل ایجاد میکنه در منطقه و ایجاد کرده. اینکه به کجا خواهد انجامید باید واقعا دید. نکته اینه که به هر حال موضوع ایران در سطح جهانی یک مسئله عمده است. سوای توافق هسته‌ای، توافق هسته‌ای رو بذارید کنار، هنوز مسئله ایران مسئله عمده است. و آیا فکر میکنید، حالا از هر سه میخوام بپرسم، اگه خیلی کوتاه جواب بدین، سال آینده میدونیم که لحاظ اقتصادی احتمالاً سال سختی برای ایران خواهد بود، آیا شما چشم اندازی میبینید که ایران بتونه بر بخشی از این مشکلات فائق بیاد؟ سخت بشه این رو گفت. اینجوری که مسائل داره پیش میره و به اصطلاح رویارویی ایران با اسرائیل در منطقه بسیار نگران کننده است. وضع ایران با عربستان در یمن نگران کننده است. وضع کلی ایران با جهان خارج نگران کننده است. مسئله حقوق بشر، همینجوری که گفتی، حقوق بشر وضعش داره بدتر میشه در ایران. و اینکه خب برای اروپا به خصوص حقوق بشر یه مسئله است و دارن با ایران این رو با شدت دنبال میکنن و مسائل دیگه رفتار ایران در منطقه. من در این کنفرانس مونیخ بودم، تمام مدت همه داشتن صحبت از این میکردن که باید این رفتار ایران رو ما محدود کنیم، ایران باید دست از این کارش برداره. فرانش اگه در 30 ثانیه تو هم بتونید. در مورد ایران خب نمیشه خیلی مطلق صحبت کرد، هر اتفاقی ممکنه بیفته. اونچه که الان ما میبینیم به دلیل شرایط اقتصادی که ایران داره، سرمایه های اجتماعی که از دست رفته، شرایط بین المللی که داره، شاید خب سال سختی برای سختری برای ایران در پیش رو باشه، ولی اگر در واقع حاکمیت در ایران بخواد تغییراتی در سیاست هاش چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی انجام بده، یک مقدار یک پارچه تر و یک دست‌تر بشه حاکمیت در ایران، ممکنه تغییرات مال بشه. رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه گام دومش گفته که به هیچ وجه از ارزش‌هاش کوتاه نمیاد، ولی تاریخ نشون داده که در بزنگاه‌ها به هر حال قول معروفه که نرمش‌های رو داشته. به باور من اگه رهبران حکومت ایران در سیاست‌هاشون تجدید نظر نکنن یا حداقل یه امتیازی به ترامپ ندن، فراموش نکنید دونالد ترامپ حاضر شد با رهبر کره شمالی مذاکره کنه. اون دنبال اینه که بگه من در این مذاکره یک امتیازی کسب کردم، آدمی هستم، اصل معامله هستم. مسئله اونونه. به باور من اگه حکومت ایران بیاد در سوریه، بیاد در یمن، یک امتیازی به آمریکا بده و با آمریکا مذاکره کنه، ممکنه یک مقدار بتونه بچه خودش رو، شرایط خودش رو در صحنه بین المللی بهبود کنه و این میتونه تأثیراتی رو هم در داخل ایران بر وضعیت اقتصادی ایران داشته باشه. اما اگه این ادامه پیدا کنه من فکر بدتر میشه وضعیت. ممنونم از هر سه شما، ژیار گل، فرانوش امیرشاهی و کسرا ناجی، و ممنونم از شما که با این صفحه دوی ویژه نوروز همراه ما بودید. یادآوری کنم که هفته بعد به دلیل تعطیلات نوروز برنامه‌های صفحه دو رو نخواهیم داشت. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه 13 فروردین خواهد بود. شب و روز خوش و سال نو خوبی داشته باشید. We'll be right back.